سلام همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی، 10 تا از بهترین لحظات کار ما در ورزش. قانون شماره 1 در ورزش، اگه کری میخونی مطمئن شو که میتونی انجامش بدی. هرگز کسی نمیخواد جای کسی باشه که از بازی حذف میشه یا تو لیست بازنده ها باشه، اما ما امروز براتون یه سورپرایز داریم. امروز ما به 10 تا از بهترین لحظات کار ما تو ورزش نگاهی میندازیم. با ادامه این ویدیو با هویج همراه باشین، اما قبلش یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، دکمه اشتراک رو بزنید و زنگوله رو فشار بدید. شماره 10، یکی از اولین قوانینی که باید توی ورزش رعایت بشه اینه که کسی برنده نیست تا وقتی که مسابقه تموم بشه. اگر کسی بخواد زودتر از تموم شدن مسابقه جشن بگیره، قطعاً اعتماد به نفس بالایی داره. اما متاسفانه برای تیم والیبال مردان USC اتفاق خوبی نیفتاد. اونا فکر میکردن امتیاز برای اوناست، ولی اینطور نشد. بعد از یه ضربه عالی به گوشه زمین تیم BYU توپ دفاع شد و مستقیم بالا رفت و به یه بلندگو توی سقف. البته USC فکر کرد که توپ بیرون رفته و امتیاز مال اوناست و برنده شدن و رفتن خوشحالی کنن. این واقعیت یک نمونه از کارماست، چون کسی فکرشو نمی کرد اونا ببازن. میشه گفت این امتیاز به این بستگی داشت که داور بخواد توپ رو تو بازی نگه داره یا نه. اما اونا زود تصمیم به جشن گرفتن کردن و به هر حال تاوانشو هم دادن. شماره 9، اگر بخوایم یک بازی هیجان انگیز رو انتخاب کنیم، احتمالاً اون بسکتباله. تو این ویدیو امتیازای دو تیم خیلی نزدیک به هم پیش میره و بعد از یه خطا شمارش معکوس شروع میشه و تا 2 ثانیه آخر میسته و تیم سفید چند تا پرتاب آزاد به دست میاره. گل کردن اولین پرتاب اونا رو مساوی میکنه. پرتاب بعدی یکی جلوشون میندازه و فقط 2 ثانیه وقت تا پایان بازی مونده. همه فکر میکردن بازی تموم شده و تیم سفید بازی رو برده و هوادارای تیم سفید داشتن جشن میگرفتن و خوشحالی میکردن، ولی تیم سیاه نمیخواست بازنده باشه و این 2 ثانیه رو از دست بده و با یه پرتاب دیوونه کننده از ته زمین نتیجه رو عوض کردن. اگر بخوایم صادق باشیم، بعد از همچین بازی اونا قطعا لیاقت برد رو داشتن، ولی هیچ کسی انتظار همچین پرتابی رو تو بازی بچه‌ها نداشت. شماره 8، باخت بعد از جشن گرفتن زود هنگام واقعا خجالت آوره. حتی اگه مطمئن باشین که برد مال شماست، نیستین، چون زمان بازی تموم نشده. تو این مورد بازی پیتسبورگ استیلرز و شیکاگو بیرز تو هفته سوم از فصل 2017 مسابقات NFL رو داریم که یک مسابقه خیلی درگیرانه بود و یه تاچداون یک تیم رو جلو میاد. پیتسبورگ برای تاچداون تلاش میکنه و تصمیم میگیره که یک گل بزنه تا اختلافو بیشتر کنه. این روش ریسکش خیلی زیاده، چون شماره 27 برز برای سد کردنش اقدام میکنه و توپ رو مستقیما تو دستای همتیمیش مارکوس کوپر میندازه. یه تاچداون ساده برای برز در این لحظه تضمین شده است، ولی بدون هیچ دلیلی نهایتاً به جای تاچداون وقتی به منطقه امن میرسه در خط 5 یارد مشغول جشن گرفتن شد و نزدیک بود توپ رو از دست بده. ولی چون برز بازی رو برده، میشه گفت این یک کلیپ راجب کارما نیست. بعد از این اتفاق تاچداون تبدیل به یک گل معمولی میشه و برز نهایتاً بازی رو میبره، اما مطمئنم که تو رختکن پوستش رو بعد از این افتضاح خجالت ها برکندن. شماره 7، در سال 2007 تام بریدی میرفت که 4th حلقه سوپربالش رو بگیره و باید با نیویورک جاینتس مسابقه میدادن. بعد از 16 راند تو فصل عادی و بردن دیویژن، اونا مطمئن بودن که این بازی رو میبرن و به بریدی مشغول خنده است و میگه اونا تو این لحظه اعتماد به نفس بالایی دارن و بایدن داشته باشن، ولی ما بهش فکر نمی کنیم و فقط میذاریم که نتیجه بازی خودش همه چی رو بگه. حالا کوارتر 4 اونا 14-10 جلو افتادن. یک پرتاب محشر از الی منینگ به پایین زمین که اونا رو بعد از چند ثانیه که نزدیک منطقه قرمز نگهشون داشته بودن آزاد کرد، اما ناکامی رد. زمان به نفعشون نیست و شمارش معکوس 1 دقیقه داره شروع میشه و یک فرصت با آغوش باز تو منطقه پایانی به دست میاره.
بقیهش دیگه تو تاریخ هست و اونچه که توسط بریدی پیش بینی شده بود درست از آب در نیامد. شماره 6. یکی از چیزهای مورد علاقه همه علاقمندان ورزش دیدن رقیبا توی لحظه یه که رخ به رخ میشن، مثل تقابل یانکی ها و رد ساکس یا تو این مورد سیاتل مارینرز و آناهایم انجلز. فرناندو رادنی بعد از طعنه زدن به اشاره به انجلز آماده ی انداختن میشه. مارینرز با یک امتیاز اختلاف فعلا برنده است تا وقتی که رادنی یک توپ سری میندازه، اما نهایتا بازی رو مساوی میکنن و این اونو دیوونه تر میکنه. منظورم اینه که اگه کری خوندین و زایه شدین بده، ولی بدتر از اون اینه که شوت هم بخوری، درست مثل نمک ریختن روی زخم. شماره 5. این یک کلیپ خیلی جالب از هاکیه با شرکت استیو سولیوان از تیم بلک هاک شیکاگو. یکی از همتیمیاش تصادفاً با چوب هاکی به دهان سولیوان میزنه. قطعاً یه بازی تیمی خوب که تو ورزش هاکی دیدیم نیست، اما یه طرفدار تصمیم میگیره که خودش اینو به سولیوان بگه. مصدومیت به علاوه توهین، این طرفدار از پشت شیشه به استقبال سولیوان میره که داره رد میشه. جیمی برز اونیه که بلیت رو خرید، پس ظاهراً میخواسته عصبانیتش رو خالی کنه، اما کارما مثل برق براش میاد. خیلی حال میکنم وقتی کارما درست میزنه به هدف و بهترم میشه وقتی که زنش رو میبینم که داره میخنده. شماره 4. لوئیس سوارز یک عادت عجیب و غریب داره و وقتی که داره بازی میکنه خیلی دوست داره بازیکنهای حریف و گاز بگیره و تا حالا چند بار مچشو گرفتن. وقتی که سوارز با جورجو کیالینی توی جام جهانی 2014 برخورد کرد، همه چیز مطابق میلش پیش نرفت. در ابتدا درست مثل یک تصادف معمولی بین دو بازیکن به نظر رسید، تا وقتی که از زاویه دیگه‌ای بهش نگاه کردن و معلوم شد تصادفی نبود. چیزی که میتونم بگم اینه که ظاهراً سوارز به عمد رفت به سمت جورجو کیالینی و بقیه خیلی تعجب کردن و این واقعاً اتفاق افتاد. حتی شما میتونید ببینید که یکی از همتیمی‌های سوارز داره جای دندون سوارز رو قایم میکنه، ولی بعدش به خودش برگشت، چون اون 4 ماه از ورزش محروم شد. این جریمه رکورد طولانی‌ترین محرومیت رو توی جام جهانی شکست. بله، واقعاً کارما خوب جوابشو داد. شماره 3. خیلی وقتا کارما جشن زود هنگام رو به باخت تبدیل میکنه. منظورم اینه که شما معمولاً فکر نمی‌کنین که کسی 2 ثانیه به پایان امتیاز بگیره، اما وقتی که بی‌دلیل زود جشن می‌گیرین، اون وقتیه که همه چی خراب میشه. تو یک مسابقه موتورسواری، این رفیقمون که احتمالاً باید دورها رو اشتباه حساب کرده باشه، وقتی که فکر می‌کنه مسابقه رو تموم کرده، بقیه ادامه میدن. این تماشاش خجالت‌آوره. ناشو داره سرعتش رو کم می‌کنه برای زمان باقی مونده و در حال جشن گرفتن و فکر کنم توی محاسباتش اشتباه کرده. اون مشتاشو تو هوا گرفته و داره خوشحالی می‌کنه. فکر کنم بدترین قسمتش اینه که اون به خوشحالی کردن ادامه میده در حالی که بقیه موتور سوارا ازش می‌گذرن و مسابقه رو جدی گرفتن. اون حتی از پرچم سفیدم می‌گذره و حتماً دیده که پرچم سیاه و سفید نیست، ولی نمی‌دونم که اون چه فکری کرده. تنها چیزی که می‌دونم اینه که اگه هر کس دیگه‌ای بود و پرچم سفید رو می‌دید، می‌فهمید مسابقه تموم نشده و این آبروریزی براش پیش نمی‌اومد. یک مورد دیگه هم تو موتور سواری داریم که مربوط میشه به مگان روتلج و مجازات شدنش توسط کارما که تو مسابقات ایکس گیمز بعد از گذشتن از همه روتلنج جلو میفته و میره برای پدرش آخر و در حالی که مشتشو برای برنده شدن تو هوا بلند کرد و همه دارن به بردن اون فکر میکنن، نتونست خوب فرود بیاد به خاطر اینکه دستاش برای خوشحالی بالا بود و زمین میخوره و مدال طلا رو به خاطر یک مشت تو هوا از دست میده. از این ویدیو فقط یک چیزو میشه یاد گرفت و اونم اینه که زود خوشحالی نکنین و تا آخرین لحظه صبر کنین. شماره 2. بوکس یوتیوب یکی از عجیبترین و در این حال سرگرم کننده ترین چیزاییه که تو ورزش برای مدت طولانی به وجود اومده. البته بزرگترین مبارزه تا امروز بین KSI و لوگان پال بوده و بعدیش هم مسابقه‌ای بین همین دو نفر در نوامبر گذشته بوده. یکی از راه‌هایی که اونا مبارزه رو برای هر کسی جذاب‌ترش کنن اینه که یک وقفه بندازن تا 2 مبارز به هم بپرن، با حرفاشون همدیگه رو عصبی کنن و خب بعضی از حرفا خیلی خوب نبودن. لوگان پاول بعد از مسابقه کارایی کرد و چیزایی گفت که نباید میگفت. یک تاکتیک که لوگان استفاده میکنه طرح مسئله ریاضیه تا KSI رو احمق نشون بده با پرسیدن اینکه 7 ضرب 8 چقدر میشه. You can't do that.
البته باختن با تصمیم داورا احتمالاً تو برنامه‌اش نبوده. KSI جوک رو جواب نمیده اما به جاش مسابقه بوکس رو با 56 امتیاز اختلاف میبره. که بله، درست حدسش زدی. 7-8 میشه. واقعاً کارما خوب جوابشو داد. شماره 1. من همیشه به اعتماد به نفس یک بازیکن حرفه‌ای احترام میذارم چون سالهای زیادی رو صرف پیشرفت و کاراشون میکنن. در هر صورت وقتی ادعایی میکنین و حرفی میزنین باید بهش عمل کنین وگرنه بدجوری آبروتون میره. این بار یکی از خاطر انگیزترین لحظات تاریخ NFL رو داریم. بعد از رفتن به وقت اضافه با امتیاز برابر 27 هر دو تیم برای اینکه تو رقابت‌های این فصل جام حذفی باقی بمونن داشتن تلاش میکردن. تیم سی‌هاک تو پرتاب سکه خوش شانس‌تر بود و پشت خط زن اونا مت هسلبک ادعای بزرگی میکنه و میگه ما توپو انتخاب میکنیم و امتیاز برای ماست و بازیو میره. مت هسلبک بذاریم ببینم چی میشه. سی‌هاک پرتاب میکنه و حریف توپو قطع میکنه و خنده دار اینه که اونا باختن و مت خیلی بد شانس بود. کارما چطوری برگشت تا هسلبک رو بزنه؟ اما امیدواریم که اون یاد گرفته باشه که دفعه بعدی بذاره مهارتش حرف بزنه. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.